ضمن عرض سلام خدمت شما و همه هموطنان عزیز با فرارسیدن 20 مرداد سه سال از بازداشت و زندانی شدن همسر آقای سپهری میگذره ایشون یک ماه قبل از بازداشت از طرف آموزش و پرورش با ادعای توهین به رهبری شش ماه انفصال از خدمت شدن حقوقشون قطع شد در صورت که در هیچ دادگاهی ایشون به این جرم متهم و محکوم نشدند بعد از اون هم برای بیانیه 14 به پنج سال زندان محکوم شدند که البته تو این مدت چندین بار خودشون با آقای سپهری گفتند بیانیه چارده اصلا جرم نیست ولی جالبه که به همین دلیل الان سه ساله که در زندان هستند ایشون از نظر پزشکی مشکلات خیلی زیادی دارند میزان گرفتگی عروق گردنشون خیلی خیلی بیشتر شده خیلی خطرناک هست با وجود اینکه پزشک متخصص و معتمد خودشون در بیرون از زندان سراحتا اعلام کرده که شرایط زندان مناسب حال ایشون نیست هیچ ترتیب اثری داده نشده گویا زندگی افراد اصلا هیچ ارزشی نداره تو این مدت خیلی هم مورد آزار و اذیت قرار گرفتند چند روزی به بند عمومی منتقل شدند اونجا توسط سایر زندانیان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند آسیب زیادی دیدند تو این مدت بارها تلفن ایشون به دلایل واهی ماها قطع شد تو این سه سال حتی یک روز به ایشون مرخصی داده نشد الانم که به ایشون گفتن برای ملاقات حضوری با اینکه برای همه زندانیان آزاد هست درخواست بدید درخواست دادند ولی متاسفانه با ملاقات حضوری ایشون با من و فرزندانم مخالفت شده اجازه ملاقات حضوری ندادند همه اینها و خیلی این موارد دیگه مستاق واقعی ظلم هست اگر جرم ایشون بیانیه چاردن نیست پس مشخص جرم ایشون تنها و تنها بیان انتقاد و اعتراض به وضعیت کشوره همینو بس امیدوارم روزی برسه که ریشه ظلم در کشورمون خشکیده بشه با تشکر